بینندگان و شنوندگان گرامی، درود فراوان از نوع بیکران بر شما. امید آرزو دارم که در هر کجای این غربت گزنده و پهناور که به سر میبرید گوش برادران کر خوب و خوش و سلامت و سرحال باشید. بدیهی است که این امید آرزو تنها شامل آن دست از هموطنانی نمیشود که همزیستی با کژدم غربت و تبعید را به همنشینی با حضرات عالی ترجیح داده و در چهار گوشه جهان پراکنده شدند، بلکه شامل آن گروه وسیع از هموطنانی نیز می شود که در وطن خیش شدیداً غریب هستند. باری شما بزرگواران، امروز چهارشنبه 17 اکتبر المبارک از برجام الحرام سنه 2018 هجده ترسایی برابر با 25 مهر ماه 1397 خودمانی و 1438 آخوندی به 149 برنامه طعم تلخ طنز از تلویزیون میهن به اهتمام سعید بهبهانی توجه می‌فرمایید. این برنامه در قلمرو طنز سیاسی و اجتماعی است و محتوای آن نیز برگرفته از طنزنوشته‌های هفتگی حمیدزا رحیمی است که به مکتوبات یا مکتوبات فدایی هم اندکی معروف است و تلخی طعم طنز در این برنامه به لحاظ فجایع اتفاقی در وطن سابق است و این بنده فقیر کمتر از قطمیر هم به عنوان منشی و مجری و کاتب فدوی در رگاه شما بزرگواران شمشیر میزنم. بسیار خوب، دوستان که با ما آشنا هستن میدانند که ما معمولا برنامه را با یک قطع شعر فارسی در عمدتا در حوزه مدرن و یک قطع خط فارسی آغاز میکنیم و بعد میپردازیم به سایر جستارهای برنامه. بله، این تصویر شماره یک رو که ملاحظه می‌فرمایید عرضه بدارم که این یک نمایی است از آثاری که از حمیدزا رحیمی یا فدوی عرض کنم مجزا یا به اتفاق منتشر شده اند و اگه خواستید که نگاهی بکنید از نزدیک تشویق به hazl.com عرض کنم که سایت نویسنده که به لطفای بهبهانی معمولا روی صفحه ملاحظه می‌فرمایید در اونجا نگاه می‌کنید و بعد قسمت‌های گوناگون دارد و تشبیه قسمت انتشارات در اونجا این آثار رو از نزدیک ملاحظه خواهید فرمود. خب دوستان، شعر انتخاب کردم براتون از کتاب یک تکه از زمان چاپ دوم صفحه از کنم 233. دوستان گفته بودن که کتاب نام میبریم، عرض کنم که نشان هم بدهیم این کتاب هست که عرض کردم اونجا میتونید ببینید. خب در سنجش با سایر کارهای فدوی که معمولا بسیار مختصر هست، دو سه ساعت بیشتر نمیشود، این را میشود گفت میان قامت. اسم شعر هست جدال. بله، یک گفتگوییست بین از کنم شاعر و یک اندیشه. میگوید که به خویشتن باید اندیشید و با آن سیبی که از شرم میان دستان آدمی سرخ میشود، این همه لبخند برای خریدن و عشقی که از غایت تردی ترک برداشته است. این گونه پند میدهدم ناسهی که میگوید در آستانه شکوفایی است. چنین است که من نیز با شتاب عزم بازار میکنم تا سبدم را از شماری لبخند تازه و چند سیب شرمگین درشت پر کنم. خیشتن اما نمی آید، خیشتن در خانه می ماند. و این شعر جدال بود، بارها البته نه تنها در این کتاب، در سایر رسانه بارها منتشر شده است. جدال از کتاب یک تکه از زمان چاپ دوم صفحه 233. خب این از این. عرضه بدارم که دوستان گرامی برویم به قسمت خط رو با هم نگاه بکنیم که تصویر شماره 2 هست. ملاحظه بفرمایید که وارون هم نوشته شده، یعنی به هر زهر طرف شود کشته سود اسلام است. شما اگر این رو سرطه رو هم بخوانید بعد قابل استفاده است به هر حال، اما سایز قلم ها ملازم فهمید که متفاوت هست و در واقع شاید سه اندازه قلم اینجا به کار رفته. بله، عرض کنم که
ملاحظه فهمید شعر بسیار دو بیتی بسیار زیبایی است از دوست عزیز فدایی دکتر سعید یوسف که از همینجا به او سلام میکنم. اگر عرض کنم که در تیر رس ماه هست، این دو بیتی بسیار زیبا میگوید که هر گوشه خیال هر زپو میکشدم، صد خاطر از هزار سو میکشدم، آن گم شده در غبار ایام هنوز میخواندم و به جستجو میکشدم. بله، این یک دو بیتی بود که ملاحظه فرمودید با خط فارسی. خب دوستان گرامی، به بخش چیستان رسیدیم. در چیستان دوستانی که با ما الفت و آشنایی دارن میدونن که معمولا این آقای دکتر فدوی ما گریبان ما رو میگیرد و با یک پرسش معمولا مصور به قول امروزی ها ما رو به چالش میکشد و میگه یا خانم، نظر شما راجع به این داستان یا این تصویر چیست؟ خب بخش هفته گذشته رو با هم دیگه نگاه میکنیم. دوستان تصویر شماره 3 هست، ملاحظه بفرمایید. تا شما از طریق آقای بهبانی دریافت میکنید این تصویر رو، بنده نگاه کنم ببینم اگر پاسخی هم رسیده خدمت شما پیوست کنم. بله، خب دوستان تصویر شماره 3 رو ملاحظه بفرمایید. عمدتا دوستانی که لطف کرده بودن و یادداشت فرستاده بودن عمدتا اشاره کردن به درستی هم هست، اشارهشون به درستی هست که این نماز جماعت هست. بسیار خوب، اما کجا و چگونه و داستان چه بود از تو اینها اشاره ای بنده ندیدم تو این یادداشتی که دوستان فرستادن. عرض کردم آنچه که مشترک است بین همه این است که این نماز جماعت است. خب بعضی از دوستان اشاره هم کردن، چیزی اضافه فرمودن، گفتن که این اوایل انقلابه. اونم شکومند خودمون. عرض کنم دوست دیگه اشاره کرده بود که زمین چمن دانشگاه. بعد چمنی البته نمی‌بینم. و دوست دیگه اشاره کرد به زهر، حتی مدرسه علوی. به هر حال تنها قسمتی که می شود گفت که درست است همین است که این نماز جماعت است، اما شما باورتون بشود یا نشود این اعضای مسلمان لشکر 13 اس اس مسلح است، اس اس وافن اس اس. این وافن با آلمانی یعنی از بگرم که اسلحه. بر این ملازمی فهمید بنزی همین دانشگاه سابق تهران ما آدم اینجا بوده اون موقع، مربوط است به سال 1943. ملازم فهمید اینی که این راست های آلمانی با برادران ما خیلی حال و احوال میکنن بی سببی خلاصه نیست که ملازم فهمید. خب این از هفته گذشته و هفته آینده با هم نگاه میکنیم. تصویر بعدی شماره 4 هست و لطف کنید که تعمالی بفرمایید تا تصویر رو از طریق بهبانی دریافت میکنید. بنده از این آب کر چند جوره مهمان شما باشم. بله، خب دوستان توجه بکنن که این پرسش دو بخش دارد، هفته آینده رو عرض میکنم. یعنی پرسش در مورد هم این بزرگواری است که دارید ملاحظه میفهمید و هم این وسیله است که ایشون در دست داره. بنابراین این دو بخش رو توجه بفرمایید و هفته آینده اگر عمری بود و برنامه ای و از کنم شما مگر اظهار نظری فرمودید بنده سر راه به قول عوام استاپایی میکنم دفتر فدوی و پاسخ درست رو میگیرم میارم خدمت شما. بسیار خب دوستان گرامی، برویم به بخش بازرگانی. به اجمال اختصار عرض میکنم که این آقای فدوی ما متحول شده است، معلوم است که چرا یه دفعه حواس کرده است که بیزینسمن بشود و اینها. توضیحات مفصلی هم البته داده که ما تکرار نمی کنیم، اما دوستان رو زحمت میدیم که نگاهی بکنن به همون بخش انتشارات. یک کتابی است به اسم تذکرة الأشقیاء جلد 1 و جلد 2. در جلد نخست اینجا فدوی توضیح داده است که چرا علاقمند و متمایل به بیزینس شده است و اینها. خلاصه توضیحات مفصل داده است در جلد نخست. عنوان مطلب هست در اون کتاب، بعد قرارشون نشان بدم. بله این کتاب هست. طرح روی جلد بسیار زیبا از دوست گرامی هنرمند
گرانقدر بیژن اسدی پور نازنین هست. بله، در اونجا توضیح داده هستم مطلبی به اسم فدوی با مدیریت جدید، یا به قول عوام فدوی under new management. بسیار خوب، بر روی این دپارتمان بازرگانی فدوی مثل همه جای دیگر آگهی میپذیرد و البته باز هم مسئولیتی در مورد صحت و صحب محتوای آگهی ها ندارد و مسئولیت به عهده یا به گردن تبرخورده آگهی دهنده است و بر روی آقای فدوی. ما هم اونجا یک تابلو هم در قسمت بازرگانی گذاشته است که گفته است مفلس ار جنس خود ارزان نفروشد چه کند، کمبه ها کرد تهی دستی دوران ما را، از کریم کاشانی گرامی. و از کنم که به هر روی تلاشش رو در این قسمت میکنه، گرچه میداند که درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست. باری خب دوستان، بنده یادم نره که از دوستان عزیزی که ما را در امر جمع برای تصاویر و برخی مسائل دیگه یاری میکنن تشکر بکنم، و از اون میان عزیزان فروغ، ماندانا، یاشار، میکائیل، مجیخان و آرزا یغلابی و چند تن دیگر که فرمودن نیازی به ذکر نامشان نیست. خب دوستان عزیز، انواع اقسام بحران و عرض بکنم احتساب و اینا در جامعه شکومند اسلامی به لطف برادران برقرار هست و این بچه کوچولوها برای هنوز مشکلشون که دفعاتی پیش هم اشاره کردیم هنوز حل نشده. ملاحظه بفرمایید در تصویر چند تا تصویر داریم به هم مربوطن هر سه تا با هم. خواستم عرض بکنم که این مشکل هنوز حل نشده آنگونه که دوستان میگویند. بر روی این بچه نگاه کنید، زانوی غم عرض کنم بغل گرفته است و این یک طنز تصویری است. فدایی یه چیزی هم روی نوشته، ملاحظه میفهمید که نامه یوسف و زلیخا رسید، دست خط قیس به لیلا رسید، این پوشک ما نرسید. خلاصه این بچه داره میگه پکره. خلاصه اینجوری. اما دو کودک بعدی اندکی عرض بکنم که مفتکر بودند و تا پوشک توسط حضرت آقا برسد اینها عرض بکنم پوشک های موجود رو دارن ریسایکل میکنن، به قول عوام دارن دوباره استفاده میکنن. ملازم میفهمید در تصویر شماره 6 و 7. بله، و دیگر این که بون الله و ظل توجهات حضرت آقا امام زمان در پرانتز اج و نایب البته بر حقش حضرت آقای خودمون ضعف الله پروستاته، در پرانتز زب یعنی ضعف الله پروستاته، بازار فروش از هم لوازم یدکی بدن همچنان ادامه دارد. و نمونه امروز هم تصویر شماره 8 هست، اگر ملاحظه بفرمایید در تصویر شماره 8 این بانوی عزیز ارجمند مراجعه فرمودی پلاکاردی به گردن آویخته است که درشت نوشته است که حراج. تا حالا حراج ندیده بودیم، در مورد کلی فروش دیده بودیم، چون عرض کردم اشاره کردم که این برادران ما که متهم هستن که هیچ اقدامی در جهت ایجاد اشتغال نکردن، این یه مقدار غیر منصفانه است و برادران کارهایی هم کردن و از اون جوری همیست که داریم ملاحظه میفرمایید، یعنی تاسیس فروشگاه‌های زنجیری عرض کنم که فروش لوازم یدکی بدن، این خودش کار دیگه تشکیلات است به هر حال. بله، تصمیم شماره 8 رو ملاحظه بفرمایید دوستان که سعید میگه آقا این همینجوری نیست، اینا رو با دفترچه بیاری، کوپن بیاری که بگیری، همینجوری نمیدن. خب سعید جان این نکته هم اضافه فرمود و بانو رو که ملاحظه فرمودی چهرهش هم البته نگاه کنید که چهره در همه افسرده ای دارد بزرگوار. بله خب عرض کنم یک داروی مکتبی هم آگهی میکنیم در تصویر شماره 9. ملاحظه فرمودی
داروی جامع امام رضا، بنده نمیدونم این جامع سعید میگم آقا این من واجبی خودمون، آخه سعید نمیشه خورد واجبی، من میشه مگه ما سعید امامی هستی؟ قربانت گردم. به هر حال سعید نظرشون میگه آقا همون از کنم که واجبی هست و یا به قول یه خود مجلسی ترش داروی نظافت هست که اون آقای سعید امامی برادران در حمام به او خوراندند و به هر حال به درجه رفیع شهادت رسید از طریق واجبی. اتفاقا بعد دیدم یه سنگ قبر هم دیدم، حالا واقعا نمیدونم که این محصول به هر حال عکاسی و نمیدونم این فتوشاپ و این ماجراهاست یا حقیقتا اینجوریه که مشخصاتش نوشته بود سید امامی محل عرض بکنم شهادت، حمام وسیله شهادت، داروی نظافت رو اون سنگ نوشته بودن. حالا راست و درستش، راست و دروغش گردن تبرخورده راوی. خب به هر روی داروی جامعه امام رضا بنده نمیدونم دیگه حالا این چگونه است، این ما فقط آگهی رو دریافت کردیم. دیگر این که دوستان هم دست خودشون کار میدن هم دست دوستان ما کار میدن با این تلفیق عرض بکنم که عبارات فرنگی و فارسی یا عربی مثلا فرض بفهمید. تصویرش بعدی رو ملازم فهمید، تصویر شماره 10 بنده مسئول رو نخواهم بود. این ملازم بود که این همین جوریست، یعنی در واقع انگار که شامپوست، بله اصلا شامپوست روش نوشته شامپو، بله منطقه اون هیر کیر رو خب فارسیش این شکلی شده، خب بهتره که ننویستن فارسی یا عربیش این گونه است. هر روی همونطور که عرض کردم بنده مسئول آن نخواهم بود، این محصول دوستان هست. خیلی خوب، این تصویر شماره 10. و دوستان عزیز یک آگهی بسیار جذاب به یک کادوی بسیار خوب برای تولد عزیزان و تصویر بعدی است. یک ست کامل، باور بفرمایید که این قسمت هپی برثدی رو ندیده بودم تا اندکی پیش و بعد دیدم که نخیر، چون خیال میگم این یک به هر حال یک پکیجی است که مثلا برای مسافرت یا هر چی، اما بعد دیدم ننوشته است که به اصطلاح تولد مبارک، زادروز خجسته، اندکی فارسی تر یا فرنگی یا هپی برثدی. ملاحظه میفرمایید و به هر حال بشتابید که غفلت موجب پشیمانی است. این هم از این. خب دوستان یادشون میاد که در هفته گذشته ما یک رستوران معرفی کردیم که در اونجا خوراک لنگویج از کنم که سرو میشد. دوستانی که ندیدن به آرشیو تلویزیون میان مراجعه بفرمایید، اونجا هست که در اونجا خوراک لنگویج یعنی همون زبان از کنم سرو میشد. بعد در آگهی بعدی شماره 12 تا شما دریافت میتونید بنده از این قهوه کر مهمان شما باشم. بله ملاحظه فرمید در تصویر بعدی که 12 هست بازم رستوران هست، یه آگهی مربوط به رستوران هست و آخرین آیتم یا مورد پستان هست. بنده تا اونجایی که بیاد دارم برادران بیویژه در ادارات سانسور اسلامی قدغن فرمودن که پستان باید از فرهنگ لغت باید حذف بشود برای اینکه موجب تحریک است و این ماجرای گرفتاری که خودشون دارن به مردم نسبت میدن. و دستور فرمودن که به جای پستان از سینه استفاده بکنن و هر جا که پستان آمده است باید بشود سینه. در اشعار، قصه ها، داستان ها، رمان ها هم باید عوض شه. و یه نمونه مثلا فرض بفرمایید که اون شعر ایرج میرزای نازنین که گویند مرا چوزاد مادر پستان به دهن گرفتن آمد، خود دیگه نمیشود لکن باید بفرمایید که گویند مرا چوزاد مادر سینه به دهن گرفتن آمد، اینجوری برادران تحریک نمیشن. حالا بنده نمیدونم که این بزرگوار رستوران منظورش از پستان چیست، نمیدونم واقعا نمیدونم آیا
سید میگه شیرزون. باور سیراب آخه سید جا نوشته پستان، قربانت گردم پستان نوشته. و سید میگه سیرابش نداره فقط شیردون داره. شیردون اون ایهامش، سید از اون ایهام شیر داره استفاده میکنه. درست، درود. بله پس شیردون. خیلی خوب، از کنیم یکی از برادران پیامی برای برادر ترامپ فرستاده که او رو در شما در تصویر شماره 13 ملاحظه میفرمایید و خط هم بنز کافی خانا هست. حالا بعدم از این سمت میخوانم، برادر پیغام داده که فرموده است که ترامپ خاک تو سرت از طرف یزید. یعنی پیغام خودش هم مال یزید هست، برادر یزید. چون نیک بنگری این یزید به خدا آدم حسابی بوده با توجه به این ماجراهایی که ما در این 40 ساله دیدیم. باری بله، ترامپ خواب تو سرت از طرف یزید. امیدواریم برادر ترامپ این پیغام رو دریافت کرده باشه. و برویم به بخش بعدی. پرسیجی برای فدایی مطرح بوده است که فدایی نمیداند واقعا، نصار استفسار کرده است در واقع که چرا مؤمنین چهره واقعی، مثلا به طور مثال عرض میکنم، چرا مؤمنین چهره واقعی مولا علی علیه السلام رو طاقت نمیارن، چهره واقعیش رو. و البته بنده بودم طاقت نمی آوردم، یعنی تمام چهار ستون بدن آدم از وحشت می‌لرزه. و اما مؤمنین نباید که ناراحت باشن، که باید به قول عوام اوریجینال تصویر این بزرگوار بسنده بکنند. در تصویر شماره 14 ملاحظه بفرمایید که این دیگه کار بنده یا فتوشاپ یا دیگران نیست، این زیرش نمیشه در موزه، برای این موزی در فرانسه به هر حال نگهداری میشه. این حضرت ملاحظه فهمید دوستان نمیدونم چرا طاقت نمیارن که عرض کنم که معظم الله و توابع رو به ترتیبی که دارید ملاحظه میفرمایید، چرا طاقت نمیارن، چرا میترسن و تصویر دیگری اختراع فرمودن که اینا فراوان هست، از جمله مثلا 15 رو نگاه بکنید شما ببینید هیچ شباهتی بین این بزرگواران وجود داره. برای همین است که به نظر میاد که اسلام بر دو قسم است، یکی اونی که هست، یکی این برادران رو ما درست کردن. که خب این نقاش مؤمن در تصویر شماره 15 ملاحظه میفهمید که چیزی از جوانیای آلندرون کم نداره این بزرگوار، این ساخت و پرداخته ذهنیات عجیب و غریب مؤمنین ایرانی است. بله ملاحظه میفهمه تصویر 15 رو که بین اصل و فرع هیچ شباهتی نیست، هیچ. بله و در تصویر بعدی شماره 16 گویا خواهران هم باورشون شده که قیافه ترسناک معظم الله کار ضد انقلاب است و بزرگوار از آلندرون هم خوشگلتره. ملاحظه بفرمایید 16 این آقا ابا عبدالله رو در برادران، ببخشید خواهران، در آغوش گرفتن تصویر ابا عبدالله را. که اگر تصویری هم در این ارتباط موجود باشد که در واقع اصالت داشته باشه، بیگمان بدون ارتباط به این تصویر هست، بیگمان. برای اینا برادران اهل مؤمنین نقاش، اینا با پاشنکش این مطالب رو جا انداختن دیگه. اگر اون تصویر اوریجینال اصلی توضیح بشود یا چاپ بشود یا آویزون بشود در دیوار، خب همه که وحشت میکنن و از شهر انبر دور میشه. ولی با این ظرافت ها و لطافت ها البته کار پاشنکش رو میکنه، مطلب به وجه دیگری است که ملاحظه میفرمایید. برای دوستان گفتن آقا خدا رو شکر بکنید شما که اعتقادات مردم هنوز محکم و پابرجاست و سند منگولداری هم پیوست کردن که در تصویر 17 ملاحظه می‌فرمایید، همون تصویری که خواهران در آغوش دارن در تصویر شماره 16 که ملاحظه فرمودید،
همون تصویر رو این بانوی جوان در پهلوی خود خالکوبی فرموده است، به اضافه ذوالفقار رو هم الان بنده دیدم، ذوالفقار رو هم اضافه فرموده است. بله، یک فقره تصویر خیالی حضرت امیر علیه السلام با بله دیگه، چون اون ذوالفقار هم عرض کنم که تیغ ایشان بوده است. به هر روی خدا رو شکر کردن که این اتحادات در این حد هنوز پاورجا و به قوت خود باقی است. ملاحظه فرمودید و خب دوستان، رسروم تنها جایی در جهان که زنان و مردان است، مثل جامعه حکومت اسلامی ما که نیست که قطار زنان و مردانه، اتوبوس زنان و مردانه، کلاس زنان و مردانه، کودکستان دختران و پسرانه، نمیدونم، اینجوری که نیست. تنها جایی که در جهان عرض کنم که زنان و مردانه است، رستروم هست. حالا یک دیزاین جدیدی عرض کنم دوستان فراهم فرمودن در تصویر شماره 18. ملاحظه بفرمایید که این تصویر رو طبیعتا خب رستروم مردانه است دیگه. نمیدونم که آقایون بخوان برن تو چه گرفتاری پیدا میکنن، چه خواهد شد، احساس میکنن که تنها نیستن. به هر حال تصویر شماره 18 سعید یه سوال سختی میکنه، میگه که در تصویر سمت راست بانو عینک دارد، بعد میگه که چرا عینکش رو برداشته جا به جا کرده. پرسش چرا عینکش رو برداشته، راست میگه سعید، میگه اگه بخوان ببینن خب عینک میزنه، چرا عینکش رو سعید، من واقعا نمیدونم، اما احتمال میدم که شاید این آدمی که اولین دستشوی رو استفاده میکنه، شاید اون عضو شریف بسیار ناچیز است، شاید ایشون هم مثلا نزدیک بینه، شاید و بله نمیدونم نظر بینندگان و شنوندگان محترم ضد انقلاب چیه، ولی به هر روی این بسیار، این مهندسی که اینو درست کرده بسیار خوش فکر و خوش سلیقه بوده است. خب حالا سعید یه سوال از من، حالا سعید یه پرسش من از سعید بکنم، حالا بنده نمیدونم که این دیزاینر این داستان اگه بخواد قسمت بانوان رو دیزاین میکنه چگونه دیزاین میکنه، اینو بنده نمیدونم واقعا، همین الان به ذهنم رسید و بینندگان محترم ضد انقلاب اگر که نظری دارند مرحمت کنند. بله این بخش به هر حال خیلی تلویزیونی نیست، یا به قول دوستان رادیویی نیست. عرض کنم خب دوستان، ما تا به حال دیده بودیم این موشک هایی که برادران درست میکنن، پوشک رو رها کردن موشک درست میکنن، به یاری البته ماجراجویان بین المللی روش می‌نویسیم، مثلا شهاب یک، شهاب دو، اینا. بعد در تصویر بعدی ملاحظه می‌فهمید که پماد گیاهی اکبر دو، پس این اکبر یک هم داشته احتمالاً، و هر روز بعد انتظار داشتم این رو موشک ببینم، ولی خب رو این هست، پماد گیاهی ضد دردهای عضلانی، کوفتگی و آرتروز. این پایین هم البته بسیار ریز نوشته که با پروانه ساخت از وزارت بهداشت و درمان به شماره فلان. خب پس معلوم است که رسمیت دارد قضیه اکبر دو. دوستانی که دردهای آنچنانی دارند بشتابند که غفلت موجب پریشانی است. دیگر خدمت شما عرض بکنم، یه توضیح خدمت شما راجع به تصویر بعدی بدم. اول توضیح رو عنایت بکنید و بعد تصویر رو نگاه بکنید. ببینید این واقعی دنده شاکی شده که آقا بنده کلی سرمایه گذاری کردم برای این کیف، تولید کننده کیف و کفش زنانه و این چیزهاست، کلی سرمایه گذاری کردم و اصلا بر نگشته، یعنی هیچ خریدی در کار نیست، برای اینکه
مردمی که به این آگهی نگاه میکردن اصلا به کیف نگاه نکردن. حالا تصویر رو نگاه بکنید، تصویر شماره 20 ملاحظه فرمید که توضیحات این آگهی دندم در سمت چپ هست و خلاصه شاکی شده، گویا اصلا فروش نداشت. یعنی همه تمام کاستومر ها به قول عوام مشتریان اینا فقط به این بانوی بزرگوار زل زده بودن، با کیف کاری نداشتن، در نشه کیف اصلا فروش نرفته. این که تقصیر ما نیست خواهر برادر، ما آگهی رو به هر حال همون گونه که شما مرحمت کردیم ما هم منتشر کردیم. حالا بینندگان یا خریداران اگر که از کنم شیطنت کردن، بنده مسئول آن نخواهم بود. خب این هم از این. خب دوستان میدونید که مردم غرب کشور به ویژه کرمانشاه و سپهرضها در چه منجراب حیرت انگیزی از نظر گرفتاری زلزله و بی‌خانمانی اینا به سر میبرن واقعا، و دیگه از یک سال هم گذشت و اونا همچنان مشغول دست و پنجه نرم کردن با مشکلات عدیده‌ای هست که دارن. یکی از اونا رو که دیگه این رو بنده ندیده بودم، شما در تصویر بعدی ملاحظه بفرمایید، در تصویر 21 اینجا سرپل ذهاب است. ملاحظه می‌کنید که مردم چه یادداشتی گذاشتن اینجا. این مکان در طی یک ماه دو بار مورد سرقت همکاران گرامی شما قرار گرفته است. خطاب این یادداشت یا این پلاکارد به سارقین محترم هست. گفتن که سارقین محترم، این مکان در طی یک ماه دو بار مورد سرقت همکاران گرامی شما قرار گرفته است. فارسی بسیار خوب هم نوشته. لطفا دیگر مراجعه نفرمایید چون چیزی برای بردن باقی نمانده است. با تشکر اهالی شهرستان زلزله زده سرپل ذهاب. ملاحظه فرمودید، یعنی این دیگه مزید بر علت دیگه، این دیگه مزید بر یعنی مشکلات و ماجراهای عجیب و غریب بی خانمانی و سرما و گرما و عرض کنم که حیوانات گزنده و چه و چه و چه اینها به کنار، تازه این مردم گرفتار باید نگران این چیزها هم باشن. حالا چگونه می شود که به قول این بزرگوار سارقین گرامی یه چنین مجالی پیدا می کنن که بیان و همین ور دارد و ور مالد از بام به قول رجل میزا، این رو اشاره می کنیم در تصویر 23. دو تا تصویر بعد به این قضیه اشاره می کنیم. رسیدیم خدمت شما عرض بکنم. خب دوستان ترتیب اخاذی خودشون میدن. مؤمنین برادران مراسم فهمید در تصویر 22 تو این روزگار عجیب و غریب و قحط و قلا که به قول دیروز داشتم نگاه میکردم یا دیشب، مؤمنین نمیشه بود که آقا یارانه بنده برای خرید دو تا قوطی رب گوجه کفایت میکند. در چنین روزگاری ملازم باید محل جمع‌آوری نزورات اربعین که مردم برن اونجا به قرار آنچه تتمه اگر دارن اونجا بدهند و بعد تازه پیاده را بیفتن بروند به کربلا و من الله توفیق. سعید میگه اون آوار چی جمع شده اونجا چه بود از اون داستان اینا؟ بله چه ارز کنم، بله سعید داره حدس میزنه که این آبا چی میتونه باشه، چی میتواند باشه این آبا. به هر حال دوستان میتونن روش فکر بکنن. خب اشاره کردم که این مردم سپر و ذهاب که افزون بر اون مشکلات نگران سرقت هم هستن، حالا پرسشم از فدوی این بود که آقای فدوی چگونه است که اینها اینقدر مجال پیدا میکنن سارقین گرامی که این اصاب اساسی این مردم گرفتار رو سرقت بکنن. ایشون تصویر شماره 23 رو در پاسخ پرسش بنده به بنده داد، منم گذاشتم اینجا. ملاحظه فرمودید اینا پلیسن. خاک بر سر شنیده بودیم، کتاب بر سر نشنیده بودیم. به هر حال
زندگی رو رها فرمودن و اینها، و کتاب روی سر گرفتن. اینا از ابداعات بعد از انقلاب شکوهمند هست. خب طبیعتاً سارقین گرامی در این فاصله که اینا کتاب بر سر دارن، خب میتونن دارن هر کار دلشون بخواد بکنن، یا اینکه مگر اینکه شانس بیارن مردم و سارقین گرامی هم مشغول عزاداری باشن. خب دوستان، رسیدیم به قسمت تغییر ذائقه. یکمی از جد از کنم که دو بشویم. اینها در این قسمت، این تغییر ذائقه یه چیز دیگری رو به هر حال ما چاشنی میکنیم که شاید لبخندی به لبهای دوستان گرامی بیاد. تصویر بعدی رو ملاحظه کنم، تصویر 24 و ببینید چقدر جالبه. توضیحی داره این عکس که بنده میخوانم از این سو. 24، این جلسه دوستان، اینو یادداشت رو زمینه کردن، جلسه فرماندار و معاون استاندار و مدیر کل منابع طبیعی استان مازندران و رئیس انجمن صنفی مرتعداران درباره محیط زیست، یعنی موضوع محیط زیست بوده است. حالا شما نگاه کنید اون گوشه به دیوار، اونجا که فلش قرمز هست، ببینید حیوان زمان بستر پوستشو کندن اونجا که عرض کنم از در واقع از صاحبان اصلی طبیعت هست، اون گوزن یا هر چیزی بوده است. ملاحظه نمید که پوست شکندن و زدن به دیوار. این بزرگواران قرار است که راجع به محیط زیست صحبت بکنن. بله، هنوز در تغییر ذائقه هستیم. عرض کنم عبید گرامی فرمود که خرجین شخصی را دزدیدند، مردمان بگفتند سوره یاسین بخوان که آن مال پیدا شود. مال باخته بگفت کل قرآن به یک جا درون خرجینم بود. ملاحظه فرمودید عبید نازنین، پدر طنز سیاسی و اجتماعی ایران. خب دوستان، یک زبان زد یا ضرب المثلی رو بیگمان شنیدند و این توضیح رو من بدم که شما بعدا تصویر مربوط رو نگاه بفرمایید که تصویر 25 هست. خب این عبارت یا زبان زد یا زبان مثل این بود که چه فکر میکردیم چه شد. این فدایی رو ناگزیر نفرمایید که این تعریف بکنه، چون میدانید دیگه چه فکر میکردیم چه شد. خب حالا با قول عوام ورژن فرنگی این چه فکر میکردیم چه شد رو عرض کنم که دوستان عنایت فرمودند و لازم فهمید در تصویر شماره 25 این آقای قلچماق یک آدم بزهکاریست و خلاصه جرائم متعدد و اینها و آدم متجاوزیست به هر حال. بعد اون دوتا بالا اونا سارق هستند، سارقین گرامی که هموطن ما نوشته بود، سارقین گرامی به کاهدان میزنن و میان منزل این آقای بزهکار که مدارید ملازم میفهمید قول شما و اصلا بگیر به بند و اینها، میان خونه این که دزدی بکنن، سرقت بکنن. در خاتمه، در پایان بهتر بگیم، نه تنها موفق نمیشن که چیزی بدزدن، چیزی سرقت بکنن، حتی این بزرگواری که دارید، این گوریلی که دارید ملاحظه می‌فرمایید، 5 شبانه روز مرتب به اینا تجاوز کرده. یک قطعه زیبا داریم اونجا، متأسفانه رادیویی یا تلویزیونی نیست که آدم بخواند یاد آن زمان شیرین، که از شور انقلابی یک دم نبود تا صبح در دیده خواب ما را. همینطور ادامه داره، جایی میگوید که بردیم مادیانی از بهل فه دادن، برعکس آرزوها شد مستجاب ما را. به هر روی اینا هم برعکس آرزوها مستجاب شده است و این بیچارگان، این بینوایان، نه تنها چیزی گیرشون نیامده، 5 روزش هم عرض کنم که مورد تجاوز این قلچما قرار گرفتن. خب این هم تغییر ذائقه مصور بود. خب دوستان، یک کار قشنگم از هنرمند جوان میثم حسینی ملاحظه فرمایید.
که روی قلم بسیار کار کرده است. بزرگوار تصویر شماره 26 هست. ملاحظه میفرمایید تا نگاه میکنید بندی از این قهوه کر. بله، کار زیبایی از میثم حسینی. دوستان پرسشی به پیوست تصویری مرمت کردن که در شماره 27 ملاحظه میفرمایید. در شماره 27 پرسش این بوده است. این عبارت رو من درز بکنم که فدوی گیس اضافه ندارد دست دوستان بدهد. این عبارت سرزمین های اشغالی عبارتی که برادران مصرف میکنن، حالا خوب و بدش، درست و غلطش موضوع این بحث نیست. یک کسی پرسش کرده که این عکس که دوتا با هم دیگه هست، در واقع گفته است که این فوتبال دختران ایران، عرض کنم که و فلسطین در نوجوانان آسیا است. بعد پرسیده که آیا کدام تیم بیشتر به عبارت برادران تیم سرزمین های اشغالی است. خب طبیعتا آدم نگاه میکنه میبینه که اون زبان بستگانی که در قسمت بالای تصویر هستن، اینا سرزمین اشغالی اومدن. اینجا آدم متوجه میشه، چون این پایین این دختران جوانی که عضو این تیم هستن، ملازم فهمید که هیچ جور اجباری چماقی چیز در کار گویا نبوده است و در هیئت انسان آمدن و بازیشون رو انجام دادن. و هر روی فرستنده یا نویسنده معتقد بوده است که این تصویر بالایی مربوط به سرزمین های اشغالی است، چون ایران هم به نوعی به هر حال جز سرزمین های اشغالی است. خب این قسمت ورزش بود دوستان که یه اشاره کردیم. بانوی بازیگری هم یک اظهار نظری فرموده است که گفتم که چون به هر حال تصویری هم دارد، بعد از ملاحظه بفرمایید در تصویر 28 و این بانوی بازیگر خانم سحر قریشی هست و اظهار نظر حیرت انگیزی فرموده است که علاقه به رفتن به استادیوم ندارم. بسیار خوب، امر خصوصی است. زیرا از اینکه در کنار تعداد زیادی آقا قرار بگیرم منقلب میشوم و احساس امنیتم را از دست میدهم. سعید میگه آقا این دندون چرا عبسه کرده؟ حالا پیغام بدیم که به دنتیست به قول عوام یه سری بزنن ایشون. عکسای دیگه هم داره، راست میگه. عکسای دیگه هم بعد دیدم که به هر روی کم تا قسمت این گونه بود. بله، و در ادامه مرحوم فرموده است بانو که با این قضیه از دست میدهم، با این قضیه که اجازه نمیدهند خانم ها به استادیوم بروند کاملا موافقم. بله، خب نظر ایشان است. ولی دوستان مرازه فرمودن که این داستان ورزشگاه و اینا بین علما اختلاف است در این ارتباط. هم علمای به اصطلاح برجسته مثل عرض کنم که این آقای آیت الله مکار شیرازی و هم علمای دونپایه که مردم عادی باشن یا به هر حال ناظران باشن اینا، خب فصل خطاب آقای مکار شیرازی بودشون شیهکشان اعلام فرمود که آقا اصلا قال قضیه را بکنیم و خانم ها نروند به ورزشگاه ها. تکلیف معلوم فرمود. خب حالا یه سری مثل این بزرگوار فکر میکنن که خب این یک فکر دولتی است. من تصور میکنم ما نباید بغلطیم. به نظر فدوی بانوان باید مخیر باشند در اینکه به ورزشگاه بروند یا نروند، یعنی خودشان تصمیم بگیرن، نه اینکه برایشان تصمیم بگیرن. ملاحظه فرمودید. خب برخی از دوستان هم، برخی از علمای دونپایه هم یا بلندپایه هم اعلام میکنن که آقا مگر ورود بانوان به ورزشگاه تنها مشکل این مملکت ما، مشکل ازدواج جوانان داریم، مشکل نان داریم، مشکل آب داریم، که همه اینا واقعیت داره، اما اینها پس کنم مسائل مستقل هست برادر دوستان. اینا مسائل مستقل هست، ارتباطی به هم نداره. اینا شما نمیتوانید که چون وضع نان خراب است زنان را از ورود به ورزشگاه ها محروم بکنید به بهانه اینکه نان کم است، آب زیاد است و از این قضایا.
هر چیز به جای خیش نیکوست. به هر حال اما زهر طرف شود کشته، سود اسلام است گویا و فایده هم ندارد. به هر روی نظر این بانو هم ملاحظه فرمودید. از کنم در قسمت پیشتر آمدم دو نکته کوتاه هست بعد از اینکه وقت هنوز داریم. بله عرض میکنم که اعتصابات اینها افزون بر آنچه که بوده است سرایت کرده است به معلمان گرامی. تصویر بعدی رو ملاحظه کنید، تصویر 29، این معلمان کرمانشاهی هستند از همشهریان فدوی و در اونجا ملحق شدند به اعتصابات که در جریان هستید از طریق رسانه های گوناگون. نکته عجیب و غریب و شگفت انگیز دیگری دوستان بنده دیدم، ممکن است شما ملاحظه فرموده باشید، که دکتر رفتگر یعنی پی‌اچ‌دی داره. این خیلی تیتر عجیبی است، البته اینو فدوی این شکلی نمیشه، ولی گزارش واقعی است که یک رفتگر اتفاقا همشهری فدوی هم هست در کرمانشاه به دفتر روزنامه باختر اونجا مراجعه کرده و انتقاد کرده از اوضاع مدیریتی. بعد گفتن تو کی هستی؟ گفته من رفتگرم در شهرداری کرمانشاه فعالیت میکنم و پی‌اچ‌دی هم دارم، در متخصص مهندسی عمران هستم. به هر حال باورش اندکی سخته، برای این چیزی که این بزرگوار عنوان کرده است، متأهل است و متکفل، مادر پدر هم هست و گفته البته به عنوان حق تدریسی گاهی تو دانشگاه هم تدریس میکنم، ولی درآمد بسیار ناچیز است و مجبورم که برم رفتگرم باشم در این حال. این هم از عجایب روزگار فعلی در عرض کنم که جامعه شکوهمند اسلامی است. دوستان به صندوق پستی رسیدیم و در صندوق پستی بنده باز کرده بودم، دیدم که این آقای فدوی ما یه چیزهایی رو فراهم کرده است و تنظیمشته هایی برای ما فرستاده است. بله، حالا عرض میکنم نخستین تنز نوشته این است که فدایی گفته است خدمت خوانندگان محترم ضد انقلاب یا بینندگان محترم ضد انقلاب عرضه می‌دارد که برادران در جراید شریفه دارالخرافه اصطلاحی بدین مضمون داشتن که حریف با چراغ خاموش حرکت میکنه. بیشتر تو کیهان، شما کیهان چاپ دارالخرافه ملاحظه میکنید که وقتی میخوان متهم اتهام بزنن به کسی میگن فلانی با چراغ خاموش حرکت میکنه، یعنی کنایه از ایز گم کردن است. به هر حال بله، اصطلاح بدین مضمون داشتند که حریف با چراغ خاموش حرکت میکند که مرادشان به کنایه نوعی ایز گم کردن بود و هست که فدوی هم با آن به گونه‌ای کنار آمده، لکن دیگر حرکت با موتور خاموش و فدوی ندیده بود که با موتور خاموش حرکت. حالا چراغ وقتی خاموش باشه خب موتور کار میکنه میشود رفت، اما با موتور خاموش چگونه میشود حرکت کرد اونو بنده نمیدانم. المعنا فی بطن آخوند. بله، لکن دیگر حرکت با موتور خاموش رو ندیده و نخوانده بود. وی بخیل نیست و میگذارد که بینندگان محترم ضد انقلاب هم عرض کنم فور فری به قول عوام لذتش ببرند. این خبر عرض میکنم خدمت شما که صدور نفت ایران به اروپا، اینو رویترز، بله رویترز گزارش کرده، صدور نفت ایران به اروپا قطع شد. یک مقام وزارت نفت گفته که نفتکش‌های ایرانی با خاموش کردن سامانه ردیابی خود با به ایتالیا نفت صادر میکنند. ملاحظه فرمایید این به هر حال رویترز هم گزارش کرده است و رادیو زمان هم منعکس کرده همین خبر رو که مراجعه فهمید. حالا به هر حال در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. برادران چون سنبه از اون سو پرزور است گویا دارن تقلا میکنن که این نفت فروشیشون رو ادامه بدن و عواید رو البته ربطی مردم نداره، بتوانن در خاورمیانه و سایر جاها به اذن حضرت آقا هزینه بفرمایند. خب این از این. و عرضه بدارم که مطلب بعدی اسمش از سنجش قهرمانانه. این ماجرای قهرمانانه دیگه میدانید دیگه، از اصطلاحات حضرت آغاز که وقتی میخواد عقب نشینی بکنه میگه آقا نرمش قهرمانانه. نمیدونم به هر حال
اینا همه مرتبط است به جام زهر که جوره جوره بخورد یا یک جا بخورد، به هر فرق نمی کنه. بله، در این طرز نوشته آقای فدوی ما گفته که والا این مقام معظم رهبری در پرانتز زب زب مخفف زایف الله پروستات است، برای نسبت خیلی آدم حسابی است. حالا بینندگان محترم زد انقلاب تصدیم میکنن که فدوی، ارز کنم که فدوی رو خریدن، نخواه اینجوری نیست. دندان اگر هنوز دارید، روی جگر اگر نفروختید، بگذارید تا بنده ادامه بدم. بله، والا این مقام معظم رهبری ما بلا نسبت خیلی آدم حسابی است. این تصویر رو نگاه بکنید لطفا، تصویر شماره 30 ملاحظه بفرمایید. در این تصویر فدوی گفته که همون گونه که ملاحظه می‌فرمایید، دست کم دو تن از عملی بیت در این جلسه که برادر علی اکبر ولایتی و نیز محمد محمدی گلپایگانی، البته فدوی در نوشته در تنظیم چون ادای احترام میکنه، یعنی علی اکبر ولایتی، علی اکبر این در پرانتز میگذارد و محمد محمدی گلپایگانی در هر دو محمد پرانتز باز میکنند و ساد میگذارد که یک احترامی نشود خدای نخواسته. بله، فدوی میگوید که همونگونه که ملاحظه میکنید، دست کم دو تن از عملی بیت در این جلسه که برادر علی اکبر ولایتی و گلپایگانی باشند در خواب قیلوله هستند. درست هم است، نگاه کنید لطفا کنار پرچم اون آقا نشسته، محمد محمدی گیلانی که همکاری حضرت آقاست، این بغلش هم که عرض کنم که دانشمند محترم آقای ولایتی است که هر دوی اینا در حال چرت زدن هستند. باری این که فدوی میگوید که مقام معظم رهبری ما آدم حسابی است و با اون که کلی هم دشنام خورده خودش میگه، بدان سبب است که اگر این اتفاق در کره شمالی میافتاد، ما باید دست جمعی باقی مانده های این حضرات را از روی درخت ها و سیم های برق جمع میکردیم، زیرا کمترین مجازات برای مقاماتی که در جریان مهملات خردمندانه مقام معظم رهبری کره شمالی بی احتیاطی کرده و چرت میزنند، حتی اگر از بستگان نزدیک وی بوده باشند، تومه ضد هوایی میشن. این واقعیت داره. اینجا فدوی بعد که در سایت تلویزیون میهن که آمد یا از دات کام یا جای دیگر ملاحظه بفرمایید، اون ریفرنس رو اونجا دادیم که این آقای رهبر معظم کره شمالی از بستگان خودش بوده که چرت میزدن و اینا رو گشته جلوی توپ ضد هوایی، نه اینکه با طناب اعدام کنند یا به هر حال تیری بزنند، توپ عرض کنم که تیربار ضد هوایی. شما نگاه بکنید، بنابراین در مقایسه حضرت آقای ما خیلی آدم حسابی است که این دو نفر رو عرض کنم جلو توپ نذاشته. البته علت این است که اینا هم خودی هستند. بله، این هم از این. بله، عرض کنم متاسفانه کلیپ رو نمیتوانیم به دلایلی نشان بدم اینا، ولی بنده داشتم کلیپ رو نگاه میکردم که این آقای کلید الاسلام بل مسلمین حسن روحانی داشت در واقع التماس میکرد به مردم که آقا یک سال دیگه اگر فرصت بدید، نمیدونم چی خواهد شد و چنین خواهد شد و خلاصه طبق معمول وعده‌های سرخرمن و اینها. و این یادداشت فدوی مبتنی بر این داستان است و گفته است که و اما راویان اخبار و ناقران آثار و طوطیان شکر شکر شیرین گفتار در پیوند با این جستار چنین حکایت کردند که در یکی از غزوات مؤمنین در اوایل انقلاب شکوهمند، این واقعیت در حیاتون میاد که از عملیات غیر از آتش زدن سینما رکس آبادان، از عملیات از غزوات مؤمنین یکی هم از کنم حمله به شهر نو بود. دوستان که هم نسل و هم سینما هستن بیاد میارن، ما موقعبت بسیار جوان بودیم و اونجا رو با آتش کشیدن و تعدادی کشته شدن، از این جزغاله شدن از این کسانی که اونجا کار میکنن، کارگر جنسی هستن به عبارت امروز. و هر روی حالا بنده نمیدونم چطور سرکله خبرنگار اون گوشه ها پیدا شده بود و با یکی از بانوان نگونبخت این قلعه شهرنو گفتگویی کرد که این مؤمنین داره این کار رو میکنه، نظر شما چیه؟ اون زن نگونبخت و گرفتار فرمود اگر بذارن یک سال دیگه ما به کوب کار بکنیم خوب میشه. حالا
صدری نمیداند که چی شد که این حرفای این کلید الاسلام که آقا یک سال دیگه ما فرصت بدید همه چی خوب خواهد شد، او رو یاد این داستان حمله مؤمنین به از کنم که شهر نو در اون روزگاران انداخت. این هم از این. خب یه مطلب دیگه است به اسم شکست بندی. گفته است که راستش واقعیت واقعا موجود این است که چه ضد انقلاب خوشش بیاید یا نه، و البته علی‌رغم تبلیغات استکبار جهانی و سعی‌گذاری بین‌المللی و ایادی آنان در داخل و خارج و کرات دیگر لعنت الله علیهم اجمعین، ایران اسلامی همچنان راه ماروی خط امام را ادامه داده و قله‌های پیروزی بویژه در عرصه‌های اقتصادی را که به فرموده معظم الله قرار بوده است که مال خر باشد، یکی پس از دیگری به اون الله فتح می نماید. و این هم این نمونه. بعد این نمونه داده به فدوی که همزمان با نوسان شدید قیمت های ارزهای خارجی و سقوط ارزش پول ملی، و نمیدونم چرا بهش میگن پول ملی، این پول آخوندی است، پول ملی، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، نه مردم البته، ادعا کرد ریال ایران قوی ترین پول منطقه خواهد شد. خدا کنه دروغ شما راست باشه برادر رضایی. بله. لکن فدایی برعکس ایشان و به حکم وظیفه شرعی تعارف را کنار گذاشته، از برادر سربار محسن رضایی میپرسد که آخر این شکست بندی یعنی شکست نفسی سابق از چه بابت است؟ چرا حقیقت را به امت همیشه در خاک و خل نمیگویید؟ چرا به جای اینکه بگویید ریال ایران قوی ترین پول منطقه خواهد شد، نمیگویید که ریال ایران، ریال کیلویی ایران قوی ترین پول جهان خواهد شد؟ زندان یک وقت نگران نشوید، فدایی این فرمایش شما را عمدن بیاد نمیآورد که در تبلیغات به اصطلاح ریاست جمهوری نسخه بدین مضمون نوشتید که اقتصاد ایران باید به تعمیرگاه برود، یعنی معیوب است، که البته فدوی منتظر ظهور همان زمان متذکر شد که مطابق نص صریح حضرت امام در پرانتز لام اقتصاد ایران به جای تعمیرگاه باید به طویله برود، چون فهمود که اقتصاد مال خر است. بله، عرض کنم در مطلب بعدی هم فدوی یه آماری رو بروز کرده. دوستان میدونم برادران رو دیدن از نزدیک، مثلا وقتی شهیدی رو میارن یا به هر حال یه جعبه خالی هم اینا رو سر بگیرن میگن این شهید است میارن، اینها در مویه هایی که میکنن، زنجموره هایی که میکنن، عباراتی رو هم میگن، مثلا میگن والا خسته شدیم از بس که شهید شمردیم، بسمونه دیگه، فلان این حرفا. خلاصه فدوی رو نوشتیم و ادامه داده که این هم تازه ترین آمار شهدای انقلاب اسلامی به نقل از برادر بی بی سی. این تیتر 768 مسمومیت الکل طی یک ماه در 8 استان ایران. و اینم جز شهدان دیگه، جز شهدای انقلاب اسلامی هستند دیگه. چون اگر انقلاب اسلامی نبود که اینا مسموم نمی‌شدن، الان زنده بودن. و در ادامه خیر خبر حیرت اثر، یک سخنگوی وزارت بهداشت ایران گفته است که در سه هفته اخیر در 5 استان کشور حداقل 43 نفر در اثر مصرف مشروبات مسموم جان خود را از دست دادند. و موارد دیگه هم گزارش شده. سرپرست سازمان اورژانس گفته که از نیمه شهریور تا 17 مهر 768 نفر که عرض کردم تلفات داشته است، و در استان‌های البرز، تهران، تهران مرکزی، فارس، کوهپیلویه، بویراحمد، هرمزگان، خراسان شمالی، پایتخت امام رضا علیه السلام، دوستان مشغولن. بله. و قزوین دچار مسمومیت شده اند. و به نوشته روزنامه اعتماد، از بین این افراد که عمدتاً به علت مصرف متانول مسموم شدن، 170 نفر کلیه های خودشون رو از دست دادن. دیگه فرصت دیگه کسی این کلیه ها رو نمیخره دوستان. کلیه خود رو از دست دادن. 16 نفر نابینا شدن و 69 نفر جان خود رو از دست دادن. یادآور می شود، یعنی فدوی یادآور می شود که برادران قاشقچی حسب شیوه مرزی خودی و غریب سرشان نمی شود و خاش پرستان مقیم امورقرا را نیز در آمار مذکور لحاظ فرمودند. تصویری هم دارید، بنده یادم رفت متاسفانه دوباره، تصویر شماره 31. بقیه مطلب رو بنده می خوانم، تصویر رو ملاحظه می فرمایید. بله، گفت که یادآور می شود که برادران قاچاقچی حسب شیوه مرزی خودی و غریب سرشان نمی شود و خاش پرستان مقیم ام القرا را نیز در آمار مذکور لحاظ فرمودند. این هم سند منگول دارش. خب پس فقط حوالی ایران کور و
شر و پل و از کنم که تلف نشدن و خاک پرستانی هم که در اونجا هستن گرفتار شدن. این خبر این است که این تیتر است: مسمومیت با الکل همچنان قربانی میگیرد. مشروب تقلبی جان تبع خارجی ساکن تهران را هم گرفت. در توضیح بیشتر گفته است که منبع خبر کارمند کلمبیایی، ما در مورد از کلمبیا برنامه اومده اینجا که عرق مسموم بخوره بمیره، که ایشون در سیرک برج میلاد کار میکرده که پس از خوردن مشروبات الکل تقلبی جان باخته است. تصویرم اینجا فدایی گذاشته که آقای بهبهانی لطف کردن براتون حتما نشون دادن و از اون یک طنز تصویری ساخته، اونجا روش نمیشه است که این متن فدایی نوشته که آقای برادر جوگیر نشو، فقط تقلبی ها رو معدوم کن، اونایی که خوبن خب بذار باشه دیگه، مردم نمیرن حداقل مصوم نشن برادر. بله خب دوستان، ما تصویر آخرم الان داریم، مطلب آخرم عرض میکنم و رفع زحمت. خب عنوان این طنز نوشته هست سایه سایه است. حالا ببینیم این سایه چه نوع سایه است. گفته است که فدوی دندان روی جگر گذاشته و داشت کلیپی را نگاه میکرد. بانوی گزارشگر محجبه چنین فرمود که این شرایط تحصیل دانش آموزان روستایی در سیستان و بلوچستان است. هر جا که سایه باشد کلاس آنجا برگزار می شود. این بسیار غم انگیز دوستان، یعنی بچه ها سرپناه ندارن، کلاس ندارن، هیچی ندارن، اما علاقه به تحصیل دارن که متاسفانه اینا به عنوان آیندگان مملکت رها شدن از طرف دوستان. بعد بنابراین در گرمای طاقت فرسا باید صبر بکنن که یک دیواری چیزی سایه تولید بکند و اینها بشینن. و همونطور که در تصویر ملاحظه می‌فرمایید، در تصویر 32 ملاحظه می‌فرمایید، در این تصویر اون گوشه این مقدار سایه هست که این بچه‌ها اینجا نشستن و این کلیپش هم بعد دیدم. اگر خواستید دوستان سالوت بکنید و سرچ مختصری بفرمایید، اینجا ملاحظه خواهید فرمود که این داستان اینجوری است. حالا سری بزنید، حالا اگه بگیم عرض کردم فدایی گیس اضافه ندارد که دست دوستان بدهد، حالا شما تشبرید به لبنان ببینید که اونجا چه پارک وسیع تفریحی با باربیکیو و داستان و ماجرا رو فدایی گزارش کرده در طنز نوشته با هزینه همین بچه های محروم عرض کنم اونجا برپا شده است و مدارس بسیار خوب، بیمارستان های خوب، کلینیک های مجهز و مجانی. بعد این بچه ها در سیستان و بلوچستان، کردستان و سایر نقاط محروم باید این وضعیت غیر قابل تحمل رو تحمل بکنن. خب دوستان، به پایان رخ رسیدیم. قول فدایی: به پایان آمد این جوهر، شکایت همچنان باقی. من در ضمن اینکه برای همه دوستان در هر جا که هستن بهروزی و پیروزی آرزو میکنم، از آقای سعید بهبهانی گرامی سپاسگزارم که این مختصر رو با سعه سر و شکیبایی به سمت سوی شما روانه فرمود و به عنوان عرض کنم که حسن ختام این قسمت، دو بیت از استاد سخن رو تقدیمتون میکنم و اجازه مرخصی میگیرم. فرمود: ای زبر دست زیر دست آزار، گرم تا کی بماند این بازار؟ به چه کار آیده در جهان داری، مردنت به که مردم آزاری. برای همه دوستان در هر جا که هستن به روزی و پیروزی آرزو دارم. تا درودی دیگر، بدرود.